دو نماینده فوتبال ایران، سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان شب گذشته در دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در عربستان سعودی به مسافه حریفان رفتند. سپاهان نتیجه را به نماینده کشور میزبان واگذار کرد و فولاد مقابل آخال ترکمنستان به پیروزی رسید. در همین ارتباط گفتگویی می‌کنم با همکارم علی عمادی که از لس آنجلس با ماست. علی، واقعا این پیروزی فولاد مقابل نماینده ترکمنستان اولین برد آسیایی فولاد بود و اینکه بازی‌های بعدی ایران با نماینده ها تو این مرحله لیگ قهرمانان با چه تیم هایی است؟ بله کوروش، فولاد خوزستان اولین بردش رو دیشب در آسیا جشن گرفت. این تیم در دیدار سوم خودش در لیگ قهرمانان آسیا در عربستان مقابل آخال ترکمنستان با یه گل دیر هنگام برد. اتفاقا گل دقیقه 90 به اضافه 7 کولیبالی مقابل آخال ترکمنستان دیر هنگام ترین گل نمایندگان فوتبال ایران در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا محسوب میشه. شاگردان جواد نکونام تو این دیدار توپ و میدان رو در اختیار داشتن، هر چی زدن به در بسته خورد. واقعا تا ثانیه های پایانی آخرین ارسال مشتبه نجاری از سمت راست با ضربه سر موسی کولیبالی مدافع پیشتاخت فولاد به گل پیروزی بخش نماینده خوزستان تبدیل شد. به این ترتیب فولاد که دو تساوی مقابل القرافه قطر و شباب الاهلی امارات داشت، با این برد پنج امتیازی شد به مکان دوم، یعنی به همراه القرافه در گروه سوم در مکان دوم قرار گرفت. دیدار بعدی تیم فوتبال فولاد خوزستان روز دوشنبه 29 فروردین مقابل همین تیم، یعنی آخال ترکمنستان، وقت دوم اردیبهشت بایستی که با تیم القرافه مسابقه بده و آخرین دیدار مرحله گروهی فولاد مقابل شباب الاهلی امارات روز ششم اردیبهشت است. اما سپاهان اصفهان مقابل تعاون عربستان شکست سختی رو متحمل شد. سپاهان که تو ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده مقابل تعاون عربستان سعودی به میدان رفته بود، از دقیقه 12 با اخراج ذبیح‌الله پرغاز در نفره شد و سه گل خورد، یک گل نیمه اول، دو گل نیمه دوم و تسلیم نماینده کشور میزبان شد. سپاهان در گروه چهارم سپاهان با تیمای تعاون عربستان از دوحل قطر و پاختاکور ازبکستان هم گروه بعد از پیروزی سبری که در بازی اولش مقابل پاختاکور داشت، یه شکست 1-0 مقابل از دوحل قطر و الان هم یه باخت 3-0 مقابل تعاون با همون 3 امتیاز در قهر گروه چهارم ایستاده. شاگردان محرم نویدکیا در دیدار چهارمشون در دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باید دوشنبه 29 فروردین باز به مسافه همین از تعاون عربستان برن. خب میدونیم که دیدار بعدیشون باز روز دوم اردیبهشت خواهد بود و دیدار آخرشون روز ششم که با این حساب سپاهان الان با 3 امتیاز باید با تیمای تعاون عربستان و از دوحل که 6 امتیاز برای صعود بجنگه. اما میدونیم که تیمای استقلال و پرسپولیس نتونستن مجوز صعود رو و حضور در واقع مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا رو کسب کنن، از لیگ قهرمانان کنار گذاشتن. وزارت ورزش با فروش سهام این دو باشگاه مثلا به هوادارا برای دور زدن قوانین AFC استارت کار رو زد 2 ماه پیش و امروز باشگاه استقلال هم اعلام کرده که کمیته رو تشکیل داده تا بتونه مجوز حرفه‌ای آسیا رو بگیره. اما اگه فرصت هست خیلی کوتاه در مورد تیم ملی امید فوتبال ایران هم بگیم که دیروز دیدار دوستانه داشت در ورزشگاه آزادی، 2-1 مقابل تیم گلگهر سیرجان شکست خورد. تیم ملی امید خودش برای رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال آسیا آماده می‌کنه که در ازبکستان برگزار میشه و از 19 فروردین تا 25 فروردین تو مرکز ملی فوتبال اردو آمادگی داشت. شاگردان مهدی مهدوی که قبلا هم دو تا بازی دوستانه با پرسپولیس و نساجی داشتن ولی به عقیده کارشناسا با این نحوه بازی تدارکاتی با تیم‌های داخلی امیدی به تیم ملی امید دیگه نیست و حسرت صعود به المپیک امسال 2024 خواهد بود، میشه 48 ساله و بایستی که تدارکاتی با بازی های تیم های بین المللی داشته باشه تیم امید.